درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. تصور کنید قرار یه پروژه رو به یک گروه بسپارن و به خاطر کمبود اطلاعات از ظاهر افراد مجبورید تصمیم گیری کنید. حاضر بودید پروژه رو به کدوم یکی از این دوتا گروه بدید؟ یعنی اصلا فکرم داره؟ اینی که ما نمیدونستیم اینا کی هستن، کتابشون رو نخونده بودیم، شبها دیر میخوابیدیم بهانه است. سلمان و ابوذر را افتادن. سلمان 350 سال عمر کرده. را افتادن رفتن پیش امیرالمؤمنین که یا علی، سلمان منا اهل البیت. میره پیش علی که یا علی، میشه این پرده رو کنار بزنی یه ذره خودتو به ما نشون بدی ببینیم تو کی هستی؟ المؤمنین شروع کردن خودش گفتن، یه ذره پرده رو زده کنار. یا سلمان یا جندب انا الذی اخرجت ابراهیم من النار. بابا من ابراهیم رو از آتش نجات دادم. انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت. من یونس رو از دل ماهی کشیدم بیرون. انا الخضر عالم و موسا. اون خضر معلم موسا من بودم. انی کنت مع الانبیاء سرن. من با همه انبیا بودم پشت پرده. و مع رسول الله جهرن. با پیغمبر خودم رو نشون دادم. یادتونه یک آخوند احمقی میگفت گرانی دست خداست؟ کاش این کلیپ رو ببینه و بدون دست بندگان خاص خداست. یکی از عزیزان گفتش که دلال ها عامل اصلی گرانی برنج هستن. از این دست پاسخهای تکراری لطفاً دور بشید مسئولین محترم، چه در وزارت کشاورزی، چه در وزارت سمت که برای بحث توزیع کالاها دارن کمک میکنن، چه این اتحادیه‌های خردریز، اتحادیه صادرکننده ها، اتحادیه واردکننده ها، اتحادیه تولیدکننده ها، اتحادیه اونایی که رد میشن، اتحادیه اونایی که بی ربط حرف میزنن، همه و همه لطفاً سکوت کنید و بذارید درست یک بار این مسئله با مردم مطرح بشه و راه حلش پیدا بشه. این روزها سوراخ دعا برای گرفتن رانت و بودجه و محبوب دربار شدن تأسیس قرارگاهه. قرارگاه کرونا، قرارگاه مرغ، قرارگاه میوه شب عید. حالا هم عضو حزب مؤتلفه برای عقب نماندن از قافله، البته با تأخیر، درخواست تأسیس قرارگاه فرزند آوری رو داده. لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه میگه برای فرزند آوری باید قرارگاه را اندازی کنیم. یکی نیست بهش بگه شما قرار بذار، ولی به جون خودم اگه یک نفر سر قرار با شما پیداش بشه. ولی ای کاش یکم این موضوع رو بازترش میکرد تا دقیق ملت بدونن منظورش از قرارگاه چی و کجاست و باید چه اتفاقی توی این قرارگاه رخ بده که فرزندآوری بیشتر بشه. یه بحث دیگه هست برای بارداری. کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشون هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است. 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون. 2 گلدون این برای آقا میشه، 2 گلدون این برای خانم میشه. طب اسلامی توصیه آخوند به خانم هایی که باردار نمیشن، توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه. تو 4 گلدون درست شد؟ خب تو این 4 گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو میخواست با اون آب بده برای یکی ادرار. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتاً اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته. حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست. علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه انقلاب اسلامی میراث امام خمینیه، در جمع طلاب و روحانیون گفت
ما و شما روحانی هستیم و با خاندان پیامبر ارتباط داریم. به گزارش خبرگزاری حوزه، او که در مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه استان سمنان شرکت کرده بود، افزود امام خمینی اوج قله‌های معرفتی و عرفانی را درک کرده بودند، رنج‌ها را به جان خرید و مشعل نور قرآن و هدایت را به امروز رسوند و میراث بزرگی که به انقلاب اسلامی انجامید. او گفته تاریخ بزرگ حوزه را بخونید و اون را الگوی خودتون قرار بدید. و اما سخنان عرافی پیش از این نیز باعث واکنش‌های بسیاری شده بود. او که با حکم علی خامنه‌ای علاوه بر مدیریت حوزه‌های علمیه قم در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داره، مدعی شده بود که جامعه المصطفی تونسته طی یک دهه بیش از 50 میلیون نفر رو در سراسر دنیا شیعه کنه. الافو اویو کیجانا نی روح الله خمینی نا هویو نی علی خامنه‌ای. وقتی میگن در حوزه علمیه قم و یا در تظاهرات به طرفداری از جمهوری اسلامی آفریقایی دیدن، تعجب نکنید. این مرد آفریقایی 4 پسر داره و اسمشون رو گذاشته روح الله خمینی، علی خامنه‌ای، مرتضی مطهری، حسین بهشتی. اینم نتیجه پولهای خرج شده در آفریقاست. علیرضا عرافی با بیان اینکه استعدادهای برتر حوزوی حمایت میشن گفت 4500 نفر از طلاب جذب آموزش و پرورش شدن که 60% اونها از طلاب زنان هستن. او افزود خبرهای خوشی برای کاهش مشکلات و بهبود معیشت طلاب در راهه. و اما شما لطفاً هیچ وقت فرزندتون رو با یه آخوند تنها نذارید، چون تنها آخوند محبوب در طول تاریخ رضا مارمولک بود که اونم اصلاً آخوند نبود. ابوبکر رو منبر به مردم گفت به روبا گفتن شاهد فکرشو میکرد این ضرب المثل اینقدر گریه داشته باشه. گفت دومم اونی که عقیده مسلمونی داره و توی خونش کارایی میکنه و توی چنین طویله هایی نمیره، داستانش با این جماعت فرق میکنه. باید به مرام اون احترام گذاشت. اما اینا که آب در آسیاب دشمن میریزن، اینا دشمنان ما هستن. در حال حاضر سرنوشت ما به دست چنین دیوانگانی افتاده و باید هرچه سریعتر کاری بکنیم، وگرنه سرنوشتمون به سیاهی و تباهی میکشه. شما امروز میبینید میآید آقا مینشیند روی منبر، سر رو هم بالا میگیرد، الحمدلله امشب هم نوکری کردیم. نوکری چه کسی کردیم؟ شما برای ساعتی سالیت پول گرفتیم. نوکری چه کسی رو کردیم؟ میلیون میلیون گرفتیم. بعد بالا هم گفتی تا فلان مقدار در حساب من واریز نشود نمیآیم. و بدبختر از این مدعاها و سخنران ها کسانی هستند که دنبال اینا افتادن، کسانی هستن که پیگیر اینا هستن، کسانی هستن که جلسه های اینا رو شروع میکنن. یکی از منفورترین همخوابگی ها در جهان همخوابگی دین با سیاسته. دین همچون فاحشه‌ای هماغوش قدرت میشه و قدرت رو به فساد میکشونه. نمونه اون رو امروز در ایران میبینیم. و اما داستان زنی فاحشه به نام ام محزول. اگر زنی با غریبه ای سکس کرد، دیگه حق نداره مثل بقیه مردم شهروند عادی باشه. مرد زناکار جز زن زناکار و مشرک رو به زنی نگیره و زن زناکار جز مرد زناکار و مشرک رو به همسری نگیره و بر مؤمنان این امر حرام گردیده. آیه 3 سوره نور. از مفاد این آیه در میابیم که اگر زنی با غریبه ای سکس کرد، دیگه حق نداره مثل بقیه مردم شهروندی عادی باشه و به خواست خودش ازدواج کنه، بلکه همچون شخصی مطرود و حاشیه‌ای به شیوه های تحقیرآمیز و سرفکنده زیسته و برای ازدواج مجدد نیز دچار محدودیت میشه و مردان نیز به همان شیوه. منابع تاریخی اسلام داستان زنی فاحشه به نام ام محزول را ثبت کردند که گویا بعد از ظهور اسلام و مسلمان شدنش از فاحشه‌گری دست برمی‌داره. مسلمانی از او خواستگاری می‌کنه تا با هم ازدواج کنن، اما محمد بدین کار راضی نبود و با تاکید بر این آیه و با اجرای حکم آن مانع این ازدواج شد. تفسیر ابن کثیر النور آیه 3.
اگر در آیات به خوبی دقیق بشیم برامون روشن خواهد شد که این مسئله تنها در مورد فقرا و بردگان اعمال می شده. طبقه سرمایه داران به روش های مختلف خودشون را از مجازات زنا تبرئه می کردن و آیات به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم از اونها حمایت می کرد. مثلا فقرا به سبب نداشتن ثروت و دارایی نمیتونستن کنیزان رو مالک بشن و اگر با زنان آزاد و یا با کنیزان زنا میکردن مجازات سنگسار شامل حالشون میشد. اما سرمایه داران به سبب داشتن زنان و کنیزان زیاد، مخصوصا مالک شدن آن کنیزان بدون عقد و مهریه، تونستن با صدها زن رابطه جنسی داشته باشن و کار اونها حرام نبوده بلکه پدیده مقبول عام بوده. این است عدالت الله و پیامبرش، عادی بودن امر بردهداری و تبعیض و نجات پرستی. اگر نتونیم آزادی و عدالت رو با هم داشته باشیم و مجبور باشیم میان این دو یکی رو انتخاب کنیم، باید آزادی رو انتخاب کنیم تا بتونیم به بی‌عدالتی اعتراض کنیم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.